عراق اردوگاه الهول سوریه را که به مرزهای این کشور نزدیک است یک بمب ساعتی می‌خواند و خواستار بازگشت آوارگان این اردوگاه به کشورهایشان است. همزمان با تداوم تلاش‌های دولت عراق برای بازگرداندن آوارگان عراقی از اردوگاه الهول در سوریه، حدود 18,000 عراقی همچنان در این اردوگاه حضور دارند. در همین راستا عراق در کنفرانس بین‌المللی ماه جاری شورای امنیت در نیویورک شرکت خواهد کرد و قرار است در این کنفرانس از کشورهای جهان درخواست کند که اتباع خود را از اردوگاه الهول خارج کنند. به گزارشی که همکارم در این رابطه تعیین نموده توجه فرمایید. عراق در تلاش است تا آوارگان عراقی ساکن در اردوگاه الهول را که غالبا از خانواده های گروه های تروریستی هستند به کشور بازگرداند و آنها را پس از توانمندسازی در جامعه ادغام کند. مقامات عراقی بارها نسبت به این اردوگاه و ساکنان آن هشدار دادند و آن را بمب ساعتی خواندند و از کشورهایی که شهروندان آنها در این اردوگاه هستند خواستند که شهروندان خود را به کشورهایشان بازگردانند. اما گویا تنها عراق در این زمینه پیشگام است. در این راستا علی عباس، سخنگوی وزارت مهاجرت و امور مهاجران عراق اعلام کرد گروه جدیدی از خانواده‌های عراقی که شمار آنها به 150 تا 160 خانوار می‌رسد، به زودی به عراق باز خواهند گشت و مقدمات برای روند بازگشت آنها در حال انجام است. وی در گفتگو با خبرنگاران در بغداد افزود حدود 18,000 عراقی همچنان در اردوگاه الهول حضور دارند که نیروهای دموکراتیک سوریه سالهاست بر این اردوگاه کنترل دارد و آن را اداره می کند. عراق همواره خواستار همکاری بین المللی برای تعیین تکلیف اردوگاه شده است، چرا که حدود 20,000 کودک و نوجوان از کشورهای مختلف در آن به سر می برند و آنان می توانند در آینده نیروهای خطرناکی برای امنیت منطقه و جهان باشند. با توجه به حضور شهروندانی از ملیت‌های گوناگون در این اردوگاه، لازم است که نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان برای حل این مشکل همکاری کنند. در این اردوگاه قتل و جنایت هم بسیار است و گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش در پشت سر این جنایت‌ها قرار دارد که معمولاً این جنایت‌ها یا با شلیک گلوله یا با استفاده از سلاح‌های سرد انجام می‌شود. اردوگاه الهول واقع میزبان 62,000 نفر از کشورهای مختلف از جمله 10,000 طرفدار گروه سنی‌های تندرو داعش است که در شمال شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق تنها میزبان پناهندگان عادی نیست، بلکه ستیزه‌جویان پیشین گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش و خانواده آنها هم در این اردوگاه زندگی می‌کنند. این در حالی است که مدیریت اردوگاه فاقد کادر اداری آموزش دیده برای تامین امنیت ساکنان آن است. داعش تلاش می کند که از طریق عناصر خود ایدئولوژی خیش را در ذهن ساکنان این اردوگاه تثبیت کند. در اردوگاه الهول نسل تازه ای از کودکانی بار آمده اند که با مادران و بستگانشان از مناطق تحت کنترل داعش در عراق و سوریه به این منطقه منتقل شدند. این نسل که در اردوگاه الهول شکل میگیرد خطرناکتر از نسل اول داعش است، چون در فضایی سراسر نفرت و کینه برآمده و سودای گرفتن انتقام پدرانشان را در سر می‌دارند. این کودکان وقتی یک روزنامه‌نگار یا فردی از بیرون اردوگاه را می‌بینند به آنها سنگ پرتاب می‌کنند و شعار می‌دهند که سرتان را خواهیم برید. عراق از کشورهای عربی، اروپایی و آسیایی خواسته شهروندان خود را از این اردوگاه بازگرداند و در این راستا از کشورهای بریتانیا، فرانسه، سوئد، آلمان، روسیه، چچن، تاجیکستان و برخی کشورهای عربی دعوت کرده، زیرا ماندن آنها در اردوگاه به معنای افراط‌گرایی در آینده و خطری برای عراق است. بسیاری کشورها با همکاری سازمان ملل شهروندان خود را از این اردوگاه خارج کردند و عراق با جدیت برای برچیدن آن تلاش می‌کند. در ماه‌های گذشته قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق
سلسله نشست هایی با سفرای کشورهای خارجی و عربی در بغداد برگزار کرد و در آن از آنها خواست تا اتباع خود را از داخل این اردوگاه بازگردانند. در همین راستا سعید الجیاشی مشاور امور راهبردی مشاور امنیت ملی عراق تصریح کرد. عراق در کنفرانسی که در مقر شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک در خصوص اردوگاه الهول برگزار می شود شرکت خواهد کرد تا بدین وسیله پیام خود را مبنی بر تلاش دولت و وزارت امور خارجه این کشور برای تعیین تکلیف پرونده اردوگاه الهول به گوش کشورها برساند تا آنها هرچه سریعتر خانواده های وابسته به عناصر گروه تروریستی سنی های تندروی داعش را از این اردوگاه خارج کرده و در اسرع وقت به این پرونده پایان دهند. از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جوادی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، گزارش مربوط به اردوگاه الهول را دیدیم و شنیدیم. لطفاً شما هم تحلیل خودتون رو در این زمینه بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و بینندگان این بخش خبری. ممنونم. همونطور گزارش هم دیدیم، متاسفانه داعش با توجه به اینکه شرکت سهامی بزرگی بود از کشورهای مختلف دنیا و با توجه به اینکه ریشه‌کن اساسی نشدند و متاسفانه در این اردوگاه جمعی از کسانی که قبلا با نیروهای مخالف داعش می جنگیدن الان جمع شدن اونجا و یکی از موارد مهم حدود 20,000 کودک و نوجوانی هست که ماحصل جهاد نکاح و ازدواج افراد داعشی است. اگر یه محاسبه خیلی ساده و سرانگشتی بکنیم، این 20,000 تقریبا حدود 30 تا 40 لشکر پیاده نظام و با آموزش هایی که میتونن ببینن در آینده میتوانن خطر بزرگی برای منطقه، کشورهای خودشون و دنیا باشن، که تقریبا میشه گفت یکی از دلایلی که این اردوگاه الهول شاید درست شده باشه آینده نگری هست که برای بحران آفرین در آینده دنیا در نظر دارن. اما با توجه به کنفرانس های مختلفی که صورت گرفته و در این ماه هم در سازمان ملل صورت خواهد گرفت و عراق تقریبا به صورت یک جانبه با احساس خطری که در مرزهای استان نینوای خودش کرده از این اردوگاه پیگیر این موضوع هست و به نظر من میشه با حتما همکاری سازمان ملل متحد رو در این زمینه باید جویا شد. به هر حال با بودجه اختصاص میده به صورت یک جا، تفکیک یک جا در به هر حال از قاره‌های مختلف افرادی که شرکت دارن یا به صورت کشورهایی که با هم همسایه هستند و آداب مشترک دارند، حتما و حتما به خصوص کودکان و نوجوانان را، چون در محیط جنگ و قتل و خونریزی بار اومدن و بسیاری هم پدرانشون رو از دست دادن و مادران و شاید بستگان دیگر رو، به هر حال با آموزش و در حقیقت قرنطینه سازی بایستی این اردوگاه رو کمکن به حالت تعطیل و اضمحلال بیارن. حتما پشتوانه سازمان ملل، پشتیبانی کشورهای مختلف، چون اگر بدون قرنطینه سازی و آموزش اینها در کشورهای خودشون هم مراجعه بکنن، مرکزی از گسترش فساد و فحشا و عملیات‌های تروریستی خواهند. بنابراین ما هم دعا می‌کنیم و انشالله امیدواریم که در سفری که رئیس جمهور ایران به عراق خواهند داشت و واقعا اهمیت داره، بتوانند برنامه ریزی در این جهت بکنند و با همکاری همدیگه کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و آسیا و اوراسیا حتما تدابیر مهمی رو در این خصوص بیندیشند و
تلاش‌های بین المللی و به خصوص سازمان ملل و NGO‌های مختلف میتونه در این زمینه کمک بکنه. باز در خدمت هستم اگر سوالی باشه. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.